کمیسیون مشترک توافق هسته ای با ایران امروز نتایج دو هفته مذاکره دور چهارم در وین را بررسی می کند و نمایندگان برای مشورت به کشورهای خود باز می گردند. به گفته سرپرست هیئت ایرانی پیشرفت هایی حاصل شده. گیتاریان گزارش می دهد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که سرپرستی مذاکرات هیئت آن کشور در وین رو بر عهده داره امروز پیشرفت و خوب توصیف کرد اما به گفته عراقچی هنوز مواردی عمده باقی مونده روی بقیه موارد توافق وجود داره روی متن نگارش خوبی صورت گرفته کمیسیون مشترک جلسه ای در هفته ماه می برگزار کرد و از اون زمان تا کنون جلسات در سطوح مختلف دو جانبه و چند جانبه و به گفته عراقچی به طور فشرده در جریان بوده چند تا از موضوعات کلیدی مونده که نیاز به بررسی بیشتر و تصمیم گیری در پایتخت هست که انشالله مدوار هستیم در این جریان چند زاینده صورت بگیره و... امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه کابینه در پاسخ به منتقدین مذاکرات هسته‌ای به طور کل و وین به طور خاص گفت تصمیم های پایتخت با آگاهی کامل علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی بوده روحانی گفت در تمامی مراحل مذاکرات او در جلسات با آیت الله خامنه ای که رؤسای سه قوه هم بودند اونها را در جریان مذاکرات میگذاشته و اکنون تمام دستورات کتبی خامنه ای به برجام مرحله به مرحله وجود داره رئیس جمهوری ایران مثال زد که چند هفته پیش دستوری راجع به وین داده شد که او اون رو ابلاغ کرد. ایشون چند هفته پیش دستوری دادن راجع به وین که من اون دستور رو ابلاغ کردم. در این بین به نظر نمیرسه جمعه 21 ماه می مایه نگرانی مذاکره کننده ها باشه تاریخی که تفاهم فنی بین آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران در مورد ادامه نظارت بر فعالیت های اون کشور به پایان میرسه پیش از شروع این دور عباس عراقچی دیداری با رافائل گروسی مدیر کل آژانس کرده بود و حتی پیش از اون گروسی هم گفته بود که آماده است در صورت لزوم برای تمدید تفاهم به تهران بره گیتا آریان صدای آمریکا